درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه ی پیغام روز پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در برنامه امروز میهمان ما شبان تد ریشتر درباره کشتی با ما صحبت میکنه و اینکه ما میتونیم در این دنیا در کشتی جنگی هم خدمت کنیم به برنامه امروز با هم گوش میکنیم خیلی خوشحالیم که در برنامه دیگری از کلام امروز باز هم با ما همراه هستیم امروز دوست بسیار صمیمی من اینجا در استدیو با منه تصادفاً این هفته هفته ای بود که ما پنجه و پنجومین سالگرد خدمت منو در کلیسای لوتران جشن میگیریم. و یکی از دوستان حقیقی من از کالیفرنیا اینجا در ویسکانسن بود که در جلسه کلیسایی به مناسبت پنجه و پنجومین سالگرد خدمت من موعظه بکنه من از ایشون درخواست کردم که با من به استدیو بیاد و پیامی برای شما ضبط بکنه من از پیام او اونقدر لذت میبرم که ازشون خواهش کردم که اونو در رادیو ضبط کنیم تا تکرار پیام معزه که در جلسه امروز از کلیسا از ایشون شنیدیم در سراسر دنیا به 54 زبان به گوش مردم دنیا برسه. دوست من شبان تد ریشتر از کالیفرنیا. تد من خوشحالم و باعث افتخاره که اینجا با ما هستی. لطفا چیزی برای شنوندگان ما بگو. متشکرم پاول. برای من هم افتخار بزرگی که هفته گذشته اینجا در گرین دیل ویسکانسن بودم. و در شاده جشن پنجاب 55 و ساگرد خدمت تو شریک شدم. تو برکت بزرگی برای اعضا و جماعت کلیسا و دنیا بودی. موعظه‌ای که امروز در کلیسا کردم به ضرورت رساندن پیام انجیل به تمام مردم دنیا تاکید داشت و اشاره به این واقعیت داشت که جماعت‌های کلیسایی زیادی در دنیا وجود دارند که به نظر میرسه بر اهمیت و ضرورت این واقعیت واقف نیستند. شبان پاول و پسرش شبان دوک هر دو در جلسات کلیسایی خود و در بین اعضای کلیسا همواره بر جدی بودن نیاز مردم دنیا به پیام انجیل تاکید کنند. ما نمیدونیم چقدر طول خواهد کشید تا خداوند در روز داوری برگردد تا کسانی را که ایمان دارند با او به آسمان خواهند رفت با خود ببرد اما تا آن روز کار ما در روی زمین رساندن پیام انجیل به تمام مردم دنیا و دادن خبر خوش و حیرت انگیز نجات به کسانی هستش که هنوز در تاریکی زندگی میکنند چه وظیفه خطیری من یک کشتی رو مثال زدم نماد کشتی قرنهاست که در کلیسا مورد استفاده قرار می گیره. بخشی از کلیسا که مردم در آنجا پرستش میکنن به عرشه یا سالن کشتی تشبیه شده و من به جماعت کلیسا گفتم که دو کشتی وجود داره که میتونن در نظر بگیرند. یکی کشتی مسافرتیه. چند تا سوال پرسیدم. اونا دوست دارن در کشتی مسافرتی چه چیزهایی وجود داشته باشه؟ البته شبان پاول بلا فاصله فرای زد قضا. اما من فکر میکنم اساسی ترین چیز خدمه کشتی هستند. شما مجبور نیستید حتی اگر نخواهید انگشتتون رو تکون بدید. میتونید فقط اونجا لم بدید و خدمه هر چی که دلتون بخواد براتون خواهند آورد هر نوع غذایی که بخواید و یا هر نوشیدنی که دلتون بخواد براتون میارن اگر بچه داشته باشید اون از بچه هاتون مراقبت میکنن تا شما هر طوری که میخواید وقت بگذرونید اگر صبح احساس کنید نمیخواید از جاتون بلند و برای صبحونه به سالن غذاخوری برید تنها کاری که باید بکنید اینه که تلفن رو بردارید و زنگ بزنید و هر چیزی که دلتون میخواد میتونید سفارش بدین تا به اتاقتون بیارن من و همسرم در سفر دریایی گذشته این کارو کردیم چقدر لذت بخش بود که توی بالکن نشسته بودیم و در حالی که صبونه میخوردیم به خلیج مکزیک نگاه میکردیم همه این کارها رو خدمه انجام میدادند. اونجا این به زنم رسید که چطور عده کلیسا رو با این دید نگاه میکنن و چنین توقعی از کلیسا دارن اونها کلیسا رو جای میبینن که باید بشینن تا بقیه خدمتشون کنن. چی چیکار میتونید برام بکنید بعضی ها دنبال کلیسای مناسب میگردن که مجبور نباشند اونجا کاری انجام بدن کسی به اونها احساس گناه نده کسی از اونها نخواد که کاری انجام بدن و تنها کاری که باید بکنن اینه که اونجا بشینن و فقط دریافت کننده خدمات و برکات از دیگران باشن مفهوم کلیسا واقعی اصلا این نیست کلیسا مانند یک کشتی مسافراتی لوکس و تجملاتی نیستش نوع دیگه کشتی که به عنوان مثال مطرح کردم کشتی جنگی بود کشتی جنگی احتمالا برخلاف کشتی مسافراتی است به جای اینکه تصمیم بگیرید چیکار میخواهید بکنید و چیکار نمیخواهید بکنید به کسانی که در کشتی جنگی هستند گفته میشود که چیکار باید بکنن و چیکار نباید بکنن اونها وظیفه دارند و برای شغل خاصی تعلیمات خاصی دیدند و به عنوان خدمه کشتی با هم کار میکنند تا کار خدمت به انجام برسد وقتی صحبت از کلیسا هست این چیزی که لازم در موردش فکر بکنیم ما همدیگر رو تعلیم, تعلیم میدیم تعلیم میدیم تعلیم میدیم که کارهای خاصی در کلیسا انجام بدیم تا اینکه هر کسی موضعی در کلیسا داشته باشه هر کسی باید کاری برای انجام دادن داشته باشه تا کار خدمت با موفقیت پیش بره معموریت این کشتی جنگی که کلیسا نامیده میشه چیه معمولیت کلیسا اینه که خبر خوش انجی رو به سراسر سر دنیا برسونه با این هدف که قلب تمام مردم دنیا رو با قدرت روح القدس با موفقیت برای عیسی باز کنه این یعنی مفهوم کلی کلیسا این یعنی انجام معمولیت بزرگ یعنی همون چیزی که در متا 28 هست اینطور نیست؟ بله همینطوره اون پیشنهاد بزرگی نیست درخواست بزرگی نیست بلکه معمولیت بزرگیه آمین. مسیح به ما فرمان داده که این کار رو بکنیم و جماعت های کلیسایی هستند که در این معمولیت کوتاه میآیند و شکست میخورن. اونها میخواهند این رو به شبان واگذار کنند و اگر شبان انجام نداد اون موقع شبان رو مقصر میدونن. مثال های زیادی هستند که چطور کلیساها در انجام چیزی که مسیح به اونها فرمان داده ناتوان و درمانده هستند. یاد مقاله افتادم که اخیرا در مورد کلیسایی خوندم که در روسیه از دست رفت اون یک کلیسای 200 ساله ارتودکس بود که خش به خشت اون توسط روستایان شکافته شده و قارت شد چون که این کلیسا در دوره حکومت کمونیست 100 سال بلا استفاده و متروکه مونده بود وقتی مقامات تصمیم گرفتند که کلیسا رو بازگشایی کنند کلیسا ناپدید شده بود این کلیساهایی رو به یاد من میاره که امروز در سراسر دنیا از عرصه نبرد ناپدید میشن مسیح به ما گفته و این متنی که ما از متی 16 استفاده میکنیم وقتی عیسی با شاگردان صحبت میکرد به اونها گفت و مخصوصا به شمون گفت من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت این وعده ای که مسیح به ما داده و به عنوان کلیسا بر خاکیز ها و سنگرهای جهنم حمله میکنیم اگر ما جزی از نبرد نیستیم لازمه که درگیر نبرد بشیم و اعضای کلیسامون را درگیر نبرد بکنیم تا آنها بتونن عطایا و مهارت رو که خدا به اونها داده به کار بگیرن و بر شیطان و تمام فرشتگان شریر و تاریکی و شرارتی که در دنیا جریان داره و مردم رو نابود میکنه غلبه کنند مطمئنم در این مورد درست به هدف زدی چون من هم از معتقدان سرسخت این هستم که فقط یک ماموریت بزرگ در کتاب مقدس هست یک چیز که خدا از ما خواسته انجام بدیم و اون رساندن خبر خوش نجات توسط پسر او عیسی مسیح به تمام مردم دنیاست حالا اگه کلیسای این کار رو نکنه چرا خدا اونو برکت بده؟ یعنی مثلا به والدین فکر کنید که به بچه هاشون پول برای هزینه دانشگاه میدن. اگه یه ما به حساب اون پول رسیدگی کنید و بفهمید که همه اون پول رو صرف خریدن آب نبات و شکلات کردن و برای دانشگاه چیزی کنار نذاشتن و یا به خداوند هدیه ندادند و غیره پول توجیبی اونها رو افسایش نخواهید داد. شما به اونا زیاد نخواهید داد تا وقتی که یاد بگیرند چیزی رو که به اونا داده شده چطور صرف کنند. من معتقدم که برای اکثر مشکلات کلیساها که اکثرا بر سر اون بحث و مناقشه کنند و بین هیئت امنا و شوراها دائما بحث و جدل هست فقط یک راه حل وجود داره من معتقدم راه حل اون مشکلات داشتن هدفه رفتن به ماموریت ماموریتی که خدا از اونها خواسته انجام بدن این کاملا حقیقته بسیاری از جماعت نمیدونن و اهمیت دلیل وجودشون رو در جایی که هستن جدی نمیگیرند چرا مسیحیان کلیسا رو تشکیل میدن چرا خداوند کلیسا رو در روی زمین ایجاد کرد این برای در همشکستن شکستن پادشاهی این دنیا و بنای پادشاهی خدا در روی زمین است ما مجبور نیستیم که این کار رو به تنهایی انجام بدیم مسیح وعده داده که با ما خواهد بود و به ما قدرت خواهد داد و کلامی را که نیاز داریم به ما خواهد داد تا با مردم ارتباط برقرار کنیم با این حال ما به اون اعتماد نمی کنیم. ما به جای تکیه به قدرتی که خدا به ما وعده داده به قابلیت ها و توانه های خودمون فکر می کنیم. در واقع اینجا به صحیح ترین کلمه اشاره کردید. ما به او اعتماد نمی کنیم. در مورد مثلا هدیه دادن هم فکر می کنم ما همون مشکل رو داریم. وقتی صحبت از دادن هدایا و ده یک و اعتماد به خدا میشه مردم واقعا نمیخوان از خدا اطاعت کنند. چون واقعا مطمئن نیستن که خدا از اونا مراقبت میکنه یا نه و فکر میکنن خودشون مجبورن از خودشون مراقبت کنند این حقیقت داره در وهله اول هر چیزی که ما داریم از جانب خدا میاد اینکه فکر کنیم ما شایسته چیزی که داریم هستیم یک دروغه لازمه در ابتدا یادمون باشه همه اینها از کجا میاد و خدا از ما میخواد هدایایی رو که برای جلال خودش به ما داده چطور استفاده کنیم راستش تت؟ امروزه در سراسر دنیا مردم به 54 زبان مختلف به برنامه های ما گوش می و بعضی از این افراد اعضای کلیسه ها هستند که یک بازنگری خواهند کرد. به این نصیحتمون اینجا امیدوارم و میپرسم آیا ما به خدا اعتماد می کنیم؟ آیا با بردن پیام نجات به سراسر دنیا از او اطاعت می امیدوارم با پخش این برنامه چیزهایی در کلیسای محلی شما اتفاق بیفته. و خدا شروع به دادن برکت به شما بکنه کلیسه ها میتونن تبدیل بشن عملا میتونن تبدیل به خانه های پرقدرت بشن فقط کافیه که وعده های مسیح و فرمان او مبدی به رفتن به تمام دنیا و شاگرد ساختن رو جدی بگیرند خب همونطور که فرمانده یک ناو جنگی نفرات رو به سر پست هاشون احضار میکنه تت هم شما رو به چالش کشید که هر کس سر پستش قرار بگیره معمولا در کشتی به دلیل تنگی وقت فرمان بسیار کوتاهه افراد در اعلام وضعیت جنگی به جای خودشون میرن و با شنیدن این پیام همه به حالت آماده باش در میان کار خودتون رو انجام بدید مطیع خداوند باشید به او اعتماد کنید که از شما مراقبت کنه من معتقدم که این شروع یک زندگی روحانی کاملا جدیده و شاید شما شهادتی باشید برای مردم اطرافتون و دیگران با دیدن شما به خودشون بیان و بیداری عظیمی در کلیسای شما به وجود بیاد تقریبا تولدی دوباره آمین پس با برنامه امروز ما این پیام رو توسط شما به کلیساهای مسیحی میدیم اون رو به قلب ها برسونید شبان تدریشتر مهمان امروز برنامه ما از کالیفرنیا بود و ما برکات خدای عزیز رو بر این برنامه اعلام میکنیم اگر این برنامه قلب شما رو لمس کرده لطفاً برای ما بنویسید ما در سی و پنجمین سال برنامه خود هستیم و نیاز داریم از شما بشنویم. اگر میتونید برای ما هدیه بفرستید. ما میدونیم که بیشتر شما نمیتونید. از این اطلاع داریم. اما اگر میتونید ما به شما قول میدیم که اون برای جلال خدا صرف خواهد شد. ما اینجا هیچ حقوقی پرداخت نمی کنیم. هیچ دستمزدی نمیدیم. ساختمان ما استیجاری نیست و هیچ هزینه ای نمی کنیم. جز پخش پیام نجات خدا توسط کلامش و توسط پسرش عیسی مسیح پس از شما درخواست برکت و دعا داریم امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031 638 98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و 98, 98. همینطور ایمیل آدرس ورپرژن جیمیل با ما در تماس باشید همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.